عمود اول شوتنشتن یک. خب ما تا الان پس چند تا توضیح دادیم در رابطه با اینکه دست آدم آیا چه رشوتی حساب میشه، که حالا طبقه یه توضیح گفتیم کرمنیته و چندین جواب دادیم برای اینکه آیا خخامیم گذره میکنن وقتی که خودش تو رشوت ها ربیم ایستاده و دستشو میبره تو رشوت حیاتی، که آیا میتونه دستشو برگردونه یا نه، که چندین توضیح بود و چندین جواب در این مورد که ما را داد. حالا به ذات هشم اینا ادامه میدیم. حالا یه موردی بود که دیروز بهش اشاره کردیم در مورد این که آیا آدم میتونه از یه ایسور قد بگذره که از ایسور تورا نگذره. به عنوان مثال مثلا نون گذاشته تو تنور و نمیدونسته امروز شباته یا نمیدونسته این کار تو شبات ممنوعه، به طور سهون یه نونی هم میذاره تو تنور، بلا این نونه را اگه در بیار از تنور میده ربانان گذشته، اگه در نیاره نونه را که تو از تنوره از تو را گذشته بیشون میشه پختن میشه. حالا بهتر از ایسوره ربانان بگذره و این نونه را بیرون نیاره، خب؟ یا اینکه میگیم بیاد و این نونه را در بیاره و از ایسوره ربانان بگذره. پس آقا یا نونه را بگیم در اگه در نیاره از ایسوره تو را میگذره، اگه در بیاره از ایسور ربانان میگذره. خب کدوم ها بهتره بگذره؟ توی این حالت گفتیم حالا مبرگیان فتوا دادن که بهتر نونه را از تنور بیرون بیاره که از ایسور تورا نگذره. بله. خب رو تایی میریم ادامه. داف دالت عمود اول شوتنشتین یک. که دیو آمینه راوا مراو نخمان مطابق سوالی که پرسید راوا از راو نخمان، کسی که ایستاده در شوت حیاخی و دستش پر میوه است، به حدسی آه لخوس و اون میوه ها را دستش را میاره بیرون برشو تاربیم. مهو قانون چیه؟ آیا مجاز کل حخزیراه برگردونه دستش را به اون خاصه، به اون حیاتی که ایستاده؟ آمله گفت به اون مطار مجازه. خب چی شد؟ ببینید یه شخصی توی رشوت حیاخید ایستاده، خب دستش هم میبست، این میوه ها را میاد میبره تو رشوت هاربیم، میوه ها را میبره تو رشوت هاربیم با دستش، فقط خود بدنش هنوز تو رشوت حیاخیده. این قانون چیه؟ آیا میتونه این میوه ها را برگردونه به اون خاصری که توش بوده؟ راو نخمان میگه بله مجازه. حالا ادامه. لخاصر اخرت مهو، آیا میتونه توی یه خاصر دیگه ببره؟ مثلا فرض کنید این میوه هایی که الان دستش رفته تو رشوت هاربیم، اینا را بر نگردونه تو حیات خونه خودش، مثلا توی حیات دیگه بندازه، آیا مجاز این کار؟ آمله گفت به اون آسور، آسوره. همای شنا بعدش پرسید که آقا خود چه فرقی داره؟ آقا وقتی دستش تو رشوت ها ربیمه، حالا چه تو خاصر خودش بیاره چه خاصر دیگه، چه فرقی مگه داره؟ همای شنا چه فرقی داره؟ لخی تلوخ الله کورا دمین خواه هاتم لا ایت عویدا مخشم تو ها خا ایت عویدا مخشم تو. پس چی شد؟ امایش اینا و چه فرقی داره؟ لخی تخول الله کورا دمین خا، یعنی هنگامی که اندازه گیری میکنه یه کور که میشه شروشیم سعا سی سعای نمک، که سخار ال تشواتی برای مزد جواب من به تو جواب میدم. یعنی اومدش گفتش که آقا اگه بیای 30 سعا، خب یعنی به اندازه یک کور که میشه 30 سعا به من نمک بدی به عنوان مزدم که جوابت رو میدم، به تو جواب میدم. هاتم اونجا خب ببینید آرای دو را ببینیم، چرا این صحبت رو کردن که اگه به من 30 سعا نمک بدی میام جواب سوالت رو میدم. خب آرای دو را ببینیم. ده هولشون شل بدی خود هشگورا به پی حال موری، این لفظی بوده که به فراغونی روون بوده تو دهن امورایی. راشی میاره یه توضیح دیگه، لفیو لخی تخول یعنی کش تخل هنگامی که بخورم، لفیزه بر طبق این گفته راو نخمان به ربا من ماقوم نیش الاتخ، یعنی چه سوالیه که تو میپرسی؟ افیلو تخل کور مرخ، حتی اگه من بخورم به اندازه سی سا به اندازه کور مرخ، لو توخل لحشبوت خزارت حیات، نمیتونم لحشبوت یعنی برابر کنم خزارا برگردوندن دست تا به یه خاصره دیگه به دستی که تو اون خاصره.
یعنی این اصطلاحه، نه مردش بگه که آقا بیا به من واقعا سه آ نمک بده که جواب سوالتا بدم. منظورشون این بوده که آقا یعنی این چه سوالیه تو میپرسی؟ حتی اگه من سه آ نمک خورده بودم همچین مقایسه یعنی میدونی نمیومدم بکنم. یعنی سوال تو اشتباهه، چه سوالیه که تو میپرسی؟ متوجه شدی؟ پس منظورشون این بوده که آقا واضحه که فرق داره وقتی که توی خاصر ایستاده دستشو میبره طول شوت ها ربیم، تو همون خاصره میتونه دستشو برگردونه حتی وقتی پره، ولی توی خاصره دیگه نمیتونه دستشو قرار بده اون میبه ها را. واضحه، چه سوالیه که تو میپرسی؟ حاتم ادامه گمارا، حاتم اونجا هنگامی که اون برمیگردونه دستشو به اون خاصر که از اون بیرون آورده، لا ایت عوی دام خشبتو، یعنی لا ایت عویدا، یعنی پا بر جا نشده فکرش، با شوتنش نمیخونیم، یعنی لونیت قیما پا بر جا نشده اصلا فکر اولش، لفنوت خسرو که خالی کنه اون میوه هاشا، اوان هاخا، اما اینجا ایت عویدا مخشم تو، اجرا شده فکر اولش. پس آقا اینجوری جواب میدن، میگن وقتی که طول شوت هیاخید ایستاده، خب دستش که میوه است، دستش را میبره تو روشوت ها رو بید. میتونه دستش را تو همون خاصری که ایستاده برگردونه. اما نمیتونه توی یه خاصر دیگه بریزه اونا را. چرا؟ تو همون خاصر میتونه برگردونه، چون به این شکل اجرا شده فکرش که نمیخواسته اینا را توی یه روشوت دیگه بریزه. بنابراین دوباره برگردونده تو روشوت خودش، تو خاصر خودش. ولی وقتی بیاد توی خاصر دیگه بریزه، در این حالت داره اینجوری نشون میده که اومده و از اول فکرش بوده که اینا رو بریزه توی رشوت دیگه. برابر این آسوره. یه مورد دیگه این که میدونید تو شبات مخشاوا مهمه. یعنی عملی که آدم میخواد انجام بده، فکر مهمه که به چه کوانایی باشه. خب که حالا جلوتر بازم بیشتر در این مورد میخونیم. خب بریم ادامه. دافتالت عمود اول، شوتنشتین یک. داف دالت عمود اول، شوتنشتین یک. گوفا با راب بی بی بر ابیه. خب این چیزی که گفتی سوال پرسیده، راب بی بی بر ابیه. هید بیق پت پت تنور، کسی که اومد و چسبون یه نون یا به تنور تو شبات که بپزه، آیا مجاز کردن برای اون خخامیم لیر دوتا که اونا پایین بیاره؟ قدم شیا ولید خیوم خطات، قبل از اینکه به حالت خیوم خطات بیاد اولو هیتی رو، یعنی که مجاز نکردم. همین سوال دیروز گفتیم آقا یکی سهون، یا این که نمیدونست امروز شباته، یا این که نمیدونست این کار تو شبات ممنوعه، خب اومد و یه خمیر یا چسبون تو تنور. بعد ما میخوایم ببینیم آقا این اگه این خمیره را کنو نپخته بیرون بیاره از تنور، این میده ربانان آسوره. اگه بیرون نیاره و بذاره بپزه، این از تورا میگذره، خیو خطات میشه. حالا سوال اینه آیا بهتره از ایسور ربانان بگذره که از ایسور تورا نگذره، یا نه میگیم آقا از ایسور ربانان نگذره که مبادا اینو از ایسور تورا بگذره. خب که گفتیم اینا هاراوودیا جواب دادن، هاراوودیا فرمودن که تو این حالت اگه نونه را زود بیرون بیاره بهتره، بهتره از ایسور ربانان بگذره که از ایسور تورا نگذره. اینا هاراوودیا گفتن. حالا میخوام ببینیم گمارا جزئیات این سوال رو چجوری بیان میکنه. آمد له رام اخا بر ابیه لرابینا، گفت به اون رام اخا بر ابیه برابینا، هخه دامه، چجوری همچین چیز امکان داره؟ این لما اگه بگیم بشوگه یعنی سهون این کار کرده، ولو ایده کرله و یادش نیمده، لمان هیتی رو برای چه کسی مجاز میکنن؟ با لمی هایو خخامیم، یعنی برای چه کسی خخامیم میتونستن مجاز کنن که پایین بیارن اون نونا. هره می که وانشلو نیز کرد، چون که ذکر نشده که هست ایسور در پختن اون نون، بالا نمیاد بر فکر اون سوال کننده آیا مجازی که پایینش بیاره. متوجه شدید؟ ببینید اینجا میگه ایسور، بله بله، یعنی اینجا یه سوالی میپرسه، میگه آقا وقتی که اومده تو تنور گذاشته اگه سهون بوده یعنی نمیدونسته این کار آسوره، خب دیگه کی بیاد سوالی را بپرسه که آقا کاری که من انجام دادم اشتباه بوده یا نه؟ یعنی خب کی یادش اومده همچین چیزی؟ تا بیاد بپرسه نونه پخته شده رفته. خب بلا بلکه لارد ای حد در به ایت کرد.
بلکه یادش نبوده و عید کرد و یادش میاد. پس ببینید ما گفتیم سهوًا به دو تا چیز میگن سهوًا، یا اینکه قانون رو نمیدونسته، یا اینکه از امروز شباته. اگه بگیم آقا قانون رو نمیدونسته، لمان هیچی رو برای کی مجاز بکنن؟ تا بره بپرسه دیگه نونه پخته شده. اگه بگیم لاف دی تعدمیت کرد، یادش رفته بوده امروز شباته و هم یادش میاد، میم خیب آیا خیابه؟ به هاتنن، مگر نه اینکه ما درس خوندیم تو برایتا کل خیابه خطاوت، تمام اونایی که خیاب به خطاتن اینان خیابیم، خیاب نیستن. اد شتهه تا اینکه باشه تخیلاتان ابتداشون سهون و صفان و انتهارم سهون شگاگا. خیلی اراده قشنگی میگیره. ببینید چی شد؟ ما گفتیم اگه وسط کار یادش اومد، خب زود نونه را بهتره بیرون بیاره یا بذاره بپزه که خیاب به خطاس نشه. خب تو این حالت ما یه قانونی داریم که آقا وقتی یکی یادش بیاد وسط کار و اون کار خاتمه پیدا بکنه، خیاب به خطات نمیشه. چون زمانی یکی اگه یه گناه یا سهوان انجام بده، خیاب به خطاته که از اول تا آخر یادش نیاد این کاری که انجام داده خطاست، از اول تا آخر سهوان باشه. ولی اگه وسط کار یادش اومد و نتونست مثلا جلوشا بگیره و اون کار خاتمه پیدا کرد، این خیاب به خطات نیست. پس چجوریه که اینجا میگه آقا بهتره آیا نونه را بیرون بیاره یا بذاره نونه پخته بشه و خیاب به خطات بشه؟ متوجه شدید؟ چون خیاب به خطات نمیشه، چون وسط کار یادش اومده. ما برای قربان خطات باید از اول تا آخر سهوان باشه. این الان وسط کار یادش اومده، دیگه خیام به خطات نمیشه که تو میشنا اینجوری میگه، تو گمارا اینجوری میگه. مثلا ربطای سوالا، پس دو حالته، سهونا داره گمارا عقب میزنه که غیر ممکنه اینا رو اینجوری بگیم. اولا اگه قانونا بلد نبوده، خب کی بیاد بپرسه و کی براش رخامین بخوام فتوا بدن، دیگه پخته شده نونه. دوما اگه وسط کار یادش اومده بگیم آقا زود بیاره بیرون که از خطات نگذره، از خطات نمیگذره. چرا؟ به خاطر اینکه خطات، قربان خطات زمانی میارن که از اول تا آخر سهون باشه. این الان وسط کار فهمیده که سهون نیم جواب. الا بمزید، بلکه آیا میتونیم در مورد مزید بگیم، یعنی کسی که عمدن این کار انجام داد، بودم شیابونیده ایسور سقینا قبل از اینکه بیاد به حالت ممنوعیت سنگسار شدن میبایده لازم بود بگه. یعنی اینکه ما را میاد یه جور دیگه بگه. آیا پس بگیم در مورد مزید داره حرف میزنه، کسی که عمدن این کارو کرده. خب بازم اینا نمیتونیم بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه کسی عمدن انجام بده، با هم میگفت قبل از اینکه به ممنوعیت ثقیلا بیاد. چون کسی که عمدن از ممنوعیت‌های شبات بگذره، این دیگه خطات نداره، ثقیلا داره، سنگسار شدن داره. پس نباید میگفت از این سوره، از این که خیام به خطات بشه یه ها ممکنه بگذره، بلکه باید میگفت شاید بیاد به حالت ایسور سقیلا. پس مزیدم نبوده. پس چیه؟ چجوری توضیح بدیم؟ پس سوال سه تا ایراد که این سه تا رو گفتیم نمیتونیم اینجوری بگیم. جواب آمر رافشیلا فرمود رافشیلا لعلام همیشه در مورد کسی که به شوگک بوده، سهون بوده، پولمان هیتی رو و طبق نظر کی اینا مجاز کردن؟ لمی های اومتیریم نیر دوتا، برای چه کسی مجاز کردن که اونا پایین بیارن؟ هره لون نیز کر همدویق، اینک ذکر نکرد مدویق که ایسوره تو این مورد. عزه یشنومر ما باید بگیم که راب بی بی شک کرد آیا خسامیم متیریم لآخریم، مجاز میکنن برای دیگران که دیدن مدویق پد چسبونده اون نونا به تنور به طور سهون، و اومدن میپرسن آیا مجازه که پایین بیارن اون نونا قبل اینکه پخته بشه، به خاطر اینکه نجات بدن اون مدبیقا، کسی که چسبونده از خیوب خطات را. متوجه شدید؟ پس سوال ما اینجوریه، میگیم اولا سهون بوده این کار، خب و اولمان هیتی رو، و برای کی مجازه که این کار انجام بده؟ و گفتیم طبق حالا پسخیم میگن خودش میتونه همون موقع اگه فهمید اشتباهش رو بیرون بیاره، بهتره که از این سوره ربانان بگذره ولی از این سوره تورا نگذره. حالا سوال اینه که آیا دیگران هم میتونن این کارو بکنن؟ مثلا یکی اشتباه اومد این کارو انجام داد،
آیا من میتونم بیام از ایسور ربانان بگذرم که نونه را بیرون بیارم که نذارم اون شخص از ایسور تو را بگذره؟ سوال این بوده برای خخامیم. پس لآخرین برای دیگران، یعنی آیا برای دیگران مجازه که بیان این کار انجام بدن که طرف مقابلان نجاتش بدن از ایسور نگذره؟ متوجه شدید سوالا؟ کار؟ بله، جوابش میشه نه، نمیشه. یکی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. بله، حالا ما گمارا رو داریم میکنیم. بله، مد قفله ایراد میگیره راف ششه. پس آقا تا اینجا یاد گرفتیم که سوالی که برای خخامین بوده برای یه شخص دیگه ای بوده. شخص دیگه ای آیا میتونه بیاد اینا زود بیاره نونه را از تو تنور بیرون که وقتی نپخته که از این صورت تورا نگذره؟ که حالا جوابش رو تو پرانتز میدیم، جوابش اینا هم آوردیا میارن که میفرماین که نه، یکی دیگه نمیتونه این کار انجام بده، چون نمیتونه آدم خودش از یه ایسور سبک بگذره که مانع یکی دیگه بشه که از ایسور سنگین نگذره. این حالا خاص من نمیتونم بیام یه ایسور حتی ربانانا انجام بدم که باعث بشم یکی دیگه از ایسور تورا نگذره. آدم نمیتونه خودش این کار بکنه برای آدم دیگه. خب بریم ادامه. مرد قفله ایران نگیره راو ششت بخی عمریم لون آدم. و آیا به آدم میگن خطه خطا بکن که دش ایزکه خبره خوا، به خاطر اینکه مزکی کنی دوستت را؟ مطمئنا اینجوری نیست. برابر این راو ششت میگن که آیا به آدم میگن برو خطا بکن که مزکی کنی دوستت را؟ مطمئنا پس اینجوری نیست. پس این جوابه برای اون سوالات ما نیست. حلاخاست. پس حلاخاست که آدم نمیتونه از یه ایسور سبک بگذره که جلوی دوستش ها که مداره از یه ایسور سنگی میگذره را بگیره. نمیتونه آدم این کار انجام بده. خب حالا ما میخوایم جور دیگه اینا توضیح بدیم. الا آمر آشه بلکه فرمود را آشه لعلام همیشه بمزید. در مورد کیسی داره حرف میزنه که عمدن یکی اومد این نونه را چسبون به تنور. به ما و بگیم قدم شیاولی ده ایسور غلالا. پس اگه اینجوریه باید میگفت نونه را زود بیاره بیرون قبل اینکه از ایسور سقیلا بگذره. پس گمارا میاد اینجوری جواب میده، میگه آقا اینجا منظورش کسی بوده که عمدن این نونه را چسبونده به تنور. بعد گمارا بازم ایراد میگیره به این جواب، میگه خب اگه اینجوری بود به همین گفت زود نونه را بیاره پایین که از ایسور سقیلا نگذره. چرا اینجوری نمیگه؟ راو اخا بره دراوا. رفتیم صفحه بعد. راو اخا بره دراوا متن الله به هدیا. این درس میده اینا به صورت واضح. آمرا بی در اویه یه هید بیق پت پتنور اگه چسبون نونیا به تنور هیتی رولو لیرو دوتا مجاز کردن برای اون که اونا پایین بیاره قبل از اینکه بیاید به حالت ایسور سقیلا، ممنوعیت سقیلا. پس در نهایت میان نسخه برایتا را از یه برایتای دیگه درستش میکنن. میگن چی؟ میگن آقا اینجوری بوده، واقعا عمدن بوده، اگه کسی عمدن گذاشت میتونه اونا زود بیاره بیرون قبل پخته نشدن که مبادا از ایسور سقیلا بگذره. پس خطاتا اونجا سقیلاش برا بکنی. حلاخام همینه، هاراودی همینا میارن، میگن چه کسی عمدن چه سهوان اومد نونا گذاشت تو تنور، خمیرا گذاشت تو تنور که پخته بشه، آیا بهتره اونا بیرون بیاره که از ایسور ربانان بگذره یا اینکه بذاره بپزه؟ گفتیم بهتره بیرون بیاره از ایسور ربانان بگذره ولی از ایسور تورا نگذره. ولی یه آدم دیگه نمیتونه این کار بکنه. یه آدم دیگه نمیتونه بیاد بگه که آقا من این کارو بکنم از ایسور ربانان بگذرم که اون شخص مقابل از ایسور تورا نگذره. برابا تایی واضحه؟ سوالی نیست؟ آقای دیاهو شلو محیلا میتونه بهش بگید که در بیارد؟ بله، یکی دیگه میتونه قانونا بهش بگه و خودش انجام بده. بله، ولی ما که این کارا نکردیم نمیتونیم خودمون بیان براش بیرون بیاریم. ممنون. بله، زنده باشید. خب بریم ادامه. حالا کیس بعدی که تو میشنا خوندیم، ببینید ما خوندیم تو میشنا پاشت هانی تیادو اگه دراز کرد آنی دستشا خب به داخل و قرار داد در دستش ونا تنل تو خیادو شد برهبعید و قرار داد تو دست برهبعید، یا اینکه گرفت از دستش رو بیرون آورد آنی خیابه به اول برهبعید پاتوره. ببینید این آقا داشتیم خوب حواسا جمع، آنیه بیرون وایستاده تو رشوت ها رفتیم، برهبعید تو رشوت هیاخید تو خونه است،
آنیه میاد با خودش یه چیزی رو هم کرده، میاد آنیه دستاشو میبره تو رشوت حیاخید و اینا رو میذاره تو دست بلهبعید. خب یا اینکه از دست بلهبعید یه چیزی رو برمیداره میاد تو رشوت هاربین. اینا همه آنی خیابه، درست؟ یه بار دیگه ببینید، آنی تو خیابون واسداده، بلهبعید تو خونه است. آنیه میاد یه چیزی از تو خیابون میبره تو رشوت حیاخید میذاره تو دست بلهبعید، آنی خیامه، بلهبعید پاتور. یا این که از تو دست بلهبعید بر میداره عقیرا و میره تو رشوت هاربیم هنفا. پس اینجا کی خیامه؟ آنی. ببینید این کلانی ما قبلن هم گفتیم، وقتی عقیرا و هنفا توسط یه شخص انجام بشه، اون موقع است که اون شخص از ایسور تورا میگذره، از ایسور میگذره. ولی اگه از توسط دو نفر انجام بشه، عقیرا و هنخا، از ایسور تورا نگذشتن، از ربانان گذشتن. پس حالا اینجا همه تقصیرها تقصیر آنیه، هم عقیرا هم هنخا داره توسط آنی انجام میشه، پس آنی خیابه. خب بگیم گمارا، امای خیاب، گمارا میگه چرا آنی خیاب باشه؟ به ها به اینان، مگر نه اینکه لازم داریم عقیرا و هنخا معجبه مقوم، عقیرا یعنی برداشتن و هنخا و گذاشتن، معل از روی مقوم اربعا ال اربعا، مکانی که چهار تفخ در چهار تفخ باشه، یعنی 32 سان در 32 سان باشه. ولکا و نیست، چه ایراد قشنگی. ببینید عقیرا زمانی گفته میشه برداشتن که مساحت اون چیزی که از روش برمیداریم چهار تفخ در چهار تفخ باشه، یعنی 32 سانت در 32 سانت باشه. اگه کمتر باشه مقام پاتوره. حالا دست آدمم، دست برهبریتن هم که 32 سانت در 32 سانت نیست، پس چرا خیاب باشه؟ یه بار دیگه ببینید، عقیرا برداشتن به چی گفته میشه؟ عقیرا زمانی گفته میشه که آقا روی سطحی باشه که این سطح 32 در 32 سانت باشه، 4 تفخ در 4 تفخ باشه. اگه نباشه این عقیرا خونده نمیشه. مثل دست آدم، دست آدم که آقا 32 در 32 نیست، پس چرا وقتی آنیه میاد تو دست برهبعیت میذاره یا از دست برهبعیت برمیداره و میاد تو رشوت هاربیم، آنی باید خیاب باشه؟ جواب آمه ربا، فرمود ربا، ها معنی این طبق نظر کیه؟ ربی عقیبا، طبق نظر ربی عقیبا گفته، دامر که فرموده لو به اینان مقام اربعا اربعا لازم نداریم، مکانی که چهار تفخ در چهار تفخ باشه برای عقیرا. پس طبق ربی عقیبا گفته که ربی عقیبا همچین اصلی ها قبول نداره که عقیرا فقط زمانیه که رو سطحی برداری که چهار تفخ در چهار تفخ باشه. دید نه، همونطور که درس کنیم تو میشنا، هزارق میشود حیاخید، دست که پرتاب میکنه از رشوت حیاخید به رشوت حیاخید و رشوت هاربین بینشه، ربی عقیبا خیام میکنه و خخامیم پاتور میکنن. پس آقا دقیقا مثالش مثل همین چیزیه که حالا جلوتر میخونیم به امید خدا. کسی که میاد از رشوت حیاخید به رشوت حیاخید دیگه که وسطشون رشوت هاربینه، چیزی یا پرت میکنه، طبق نظر ربی عقیبا خیامه، طبق نظر خخامیم پاتوره. خب پس ربی عقیبا عقیده داره که عقیرا و هنخا حتما نباید توی چهار تفخ در چهار تفخ، مساحت چهار تفخ در چهار تفخ قرار بگیرن. ربی عقیبا ساور، ربی عقیبا عقیده داره امرین آن ما میگیم قلوتا که میشه هون نخادم، یا قلوتا یعنی چی بگیم فارسی شا، یعنی ببینید قلوتا یعنی چیزی که قاپیده میشه، گرفته میشه. قلوتا یعنی چیزی که میقاپندش یا میگیرندش، کمی شهون نخادم، یا مثل اینه که گذاشتن اونا، خفص هنیزراغ یعنی شیعی که پرتاب میشه به نقلت با عویر و گرفته میشه تو هوای گرشوت دیگه، حساب میشه مثل اینه که ناخ هخفص قرار داره اون شیع تو اون رشوت. با وجود این که شبه میسیوت به صورت میسیوت لو ناخشام هخفص قرار نمیگیره اونجا اصلا، میته اون آتو از حرکتش، فقط آور باه عبور کرده از اونجا به درخو از راهش به یه رشوت دیگه.
ببینید ربی عقیبا عقیده داره که هر چیزی که تو هوام باشه حتی اگه رو زمین نیاد مثل اینه که تو اون رشوته قرار گرفته. بنابراین طبق نظر ربی عقیبا اگر از رشوت هیاخید به رشوت هیاخیده دیگه، از یه خونه به یه خونه یه دیگه، خب که رشوت هاربین بینشه، یکی بیاد چیز پرت کنه خیا از تو راست. چون وقتی این از رشوت هیاخید رفته تو رشوت هاربین، با وجود اینکه تو رشوت هاربین استاپ نداشته، ولی چون تو فضای رشوت هاربین بوده مثل اینه که رو زمین رشوت هاربین بوده. اینا ربی عقیده دارن. حالا اینا جلوتر میخونیم مفصل. ولی خخامی میگن پاتوره از تورا ولی آسوره از ربانان. به ربانان و ربانان عقیده دارن لو امرینا. نمیگیم قلوتا که میشه اون نخواه دمیار. یعنی قلوتا یه چیزی که بذارید قلوتا رو من اینا یه فارسیه خوب براش بگیم. یه لحظه قلوتا بله. گرفته شدن. بله درست گفت. همون گرفته شده، جذب شده، پیوسته. بله. پس حالا ربانان میگن که لو امرینا، نمیگیم قلوتا که میشه اون نخا دمیار، یعنی چیزی که پرتاب شده یا گرفته شده مثل گذاشتن رو زمین میمونه. پس ربی عقیبا میگه وقتی از روی سطحی یه چیزی رد بشه حتی رو سطح زمین نیاد، این مثل اینه که تون رشوته. اما خخامی میگن نه، تا زمانی که رو زمین نیمده این مثل قلوتا نمیمونه. درسته ربوتک؟ خب چون حالا بهتر متوجه بشین، مثلا خونه آقا علیشا بالازاده، خونه آقا علیشا بالازاده را فرض کنید روبروشون هم خونه است، بینشون یه کوچه. خب آقا علیشا اومدن از اون بالا ایستی پرت کردن تو خونه روبرویه. طبق نظر ربی عقیبا ایسور توراس، طبق نظر ربانان ایسور، طبق نظر خخامیم ایسور تورا نداره، ایسورش از ربانانه. خب بعد نتیجه ربی عقیبا عقیده دارن چون که حتی با وجود اینکه تو فضاست تو حواس مثل اینه که رو زمین اومده، ولی خخامی میگن نه آقا تا وقتی رو زمین نیومده مثل این نیست که رو زمین اومده باشه. لممرا دیفشی تا لهن ربا، لممرا یعنی بیایم بگیم که دیفشی تا لهن ربا یعنی واضحه برا ربا، دویقلوتا که میشه اون نخواد دمیا، که قلوتا مثل اینه که گذاشته شده دمیا شبیه افتخ اسارابه دیگه. و در این 80 و در این 10 تفخ اختلاف نظره. اسارا همون 10 تفخه. میشه 80 سانتی متر اختلاف نظر دارن. یعنی شاید بیایم اینجوری بگیم که میخواد با شوت نشه میخونیم. همین پاشوت لو. آیا واضحه برای ربا کربی عقیما و خخامی اختلاف نظر دارن در مورد قانون قلوتا؟ مثل اینه که اونا گذاشتن عشن لفیزه که بر طبق این لازمه که واداری مخلوقت را به میغرا در موقعیتی که اون شی عبور میکنه در عویر رشوت هاربین در ده تفخی زمین. یعنی آقا بگیم این مخلوقتشون روی همون ده تفخ از زمینه. خب ببخشید یه لحظه. ببخشید. خب بریم ادامه. بله کجا بودیم؟ بله بگیم افتخ اسارا پلیگه. یعنی آیا میتونیم بگیم اختلاف نظری که بین ربی عقیبا و خخامیم تا 80 سانتی زمینه؟ خب به ها می به ایا با اله ربا، خب به ها مگر نه این که می به ایا با اله ربا، یعنی این شک ربا توضیحش روی این مخلوقته بوده. خب دبا ربا که لازم میدونسته ربا لمت ها معصارا که میگفته آقا این شک من کمتر ده تفق باشه اختلاف نداره. ببخشید
ببخشید چی شده اینا؟ بله تو خسارا پدیگه. پس یه بار دیگه بگیم آقا تو این 10 تفقی که اختلاف نظر دارن به هامی و یا بای لهربا و این شکی که برای ربا پیش اومد دوای ربا که شک کرد ربا دمت هم اصحارا پلیگه، یعنی اختلاف نظر بین ربی اقیام و خخامیم که اونا تنان ربا اموراز خب دیگه شاید این اختلاف نظر ربی اقیام و خخامیم مال پایین تر از 10 تفق بوده خب به ها پلیگه تو این اختلاف نظر دارن که ربی اقیام عقیده داره قلوتا این که میگه قلوتا که میشه هون نخواد در میاد مثل اینه که رو زمین قرار داره و ربانان عقیده دارن که دو امرینا نمیگیم قلوتا مثل اینه که رو زمین قرار داره اول اما لما علام اصارا بالاتر 10 تفخ باشه دیوره هکل پاتور طبق نظر همه پاتوره فضا منطقی هم هست این صحبت که ربا میگن ربا میگن که مخلوقت بین ربی عقیبا و خخامیم که اگر از یکی از دشوت به یه رشوت هیاخیت دیگه درخ رشوت ها ربیم که رشوت ها ربیم بینش اومد چیز پرتاب کرد اگه زیر 10 تفخ باشه طبق نظر ربی اقیبا مثل اینه که رو زمینه طبق نظر خخامیم پاتوره اما بالای 10 تفخ باشه بالای 80 سانتی متر باشه چون که مقوم پاتور حساب میشه چون بالای 80 سانتی مقوم پاتور حساب میشه دیگه تو این حالت همه قبول دارن که پاتوره بنابراین همه قبول دارن چه ربی اقیبا چه خخامیم که اگه از رشوت هیاخید به رشوت هیاخید دیگه درخ رشوت ها ربیم که رشوت ها ربیم بینشه اومدن یه سری پرت کردن که بالای 80 سانت بود طبق نظر همه پاتوره کسی که پرتا میکنه پاتور از توراست گفتیم هر موقع میگیم پاتور یعنی پاتور از تورا ولی ایسور از ربانانا داره بفرمایید ویز خان سلام علی آخو دارو برخیم بفرمایید میگم پس روی این حساب کلن ما خود بومبست که کرملیت حساب میشه درسته؟ بله بالا 80 سانتش هم آقام پاتوره درسته بازمونم؟ بله پس اگه مثلا یه پستچی اومد در خونه دستش هم که بالا 80 سانته ما میتونیم یه چیزی ازش بگیریم؟ نه آقا میرسیم اینا رو بهش ببینیست خواب این که میگیم بالا 80 سانت مقام پاتوره نه این که مجاز باشه این کار انجام بدیش مقام اینجا که میگیم پاتوره یعنی پاتوره از توراست اصول ربانانا داره درست شد؟ درست ولی ما تو مقدمه که فرمودید ما هر چیزی که به مقام پاتور باشه مثلا مقام پاتور به رشوت یا خید رشوت یا خید به مقام پاتور مقام پاتور به رشوت ربیم اینا تمامش مجازه بله خب میرسیم اینا رو بذارید جلوتر متوجه شدم چی میگید یعنی شما میگید اگه بالاتر 80 سانت مقام پاتوره پس بتونیم ما همه کاری انجام بدیم وقتی تو خونه هم هستیم مثلا تو رشوت ربی میتونیم بالا 80 سانت هم مثلا چیز پس هم رو نقل کنیم درسته منظورتون اینه حالا اینا میرسیم لویس خواب میرسیم بله دیوره حق بله پاتور که اینجا میگه درسته پاتور یعنی پاتور از توراس پاتور از خیوب خطات از خیوب اینکه قربانی خطات بیاره ولی ایسور ربانان داره نه لویس خواب چیز دیگه یا میگن مقام پاتورا دارن میگن این حکل پاتورا منظورشون نبود لویس خواب خواهم میشمرتی عزیز متوجه شدید خب بریم ادامه دخول آلما لوی الفینان زرق میموشید طبق نظر همه حالا بریم ادامه گمارا به ادخول آلما طبق نظر همه لوی الفینان زرق میموشید نمیان یاد بگیریم پرتاب کردن از موشید از دراز کردن دست خب آقا ما الان دو تا چیز قاطی شد با هم یکی پرتاب کردن بود یعنی یکی از رشوت هیاخید به رشوت هیاخید دیگه درخ رشوت ها رو بیم چیزی ها پرتاب کنه ما بحثمون موشیته موشیت یعنی دراز کردن دست از رشوت هیاخید به رشوت ها رو بیم یا از رشوت ها رو بیم به رشوت هیاخید حالا طبق نظر همه نوی الفینا نمیان یاد بگیریم زنیقا رو از موشیت پس آقا این مقایسه رو نباید با هم بیان بکنیم که آقا یکی پرت کرد خیابه موشیت هم بگیم خیابه ادیل ما یا شاید لما علام اصارا پلیگه این اختلاف نظر واقعا بالاتر 80 سانتی متره اوها پلیگه و تو این اختلاف نظر دارن در ربی اقیبا ساور که ربی اقیبا عقیده داره گلفینان ما یاد میگیریم پرتاب کردن و از دراز کردن دست
و ربانان عقیده دارن که لوی الفینان زورق می مشید، نمیان یاد بگیریم پرتاب کردن رو از مشید، از دراز کردن دست. اول نمت هم اصارا، اما پایین تر از اصارا یعنی ده تفت، طبق نظر قرمه خیابه. مای تما دلیلش چیه؟ امرینان میگونیم قلوتا یعنی گرفتن تو هوا که میشه هون نخواد، یا پرتاب کردن تو هوا که میشه هون نخوادم، یا مثل اینه که رو زمین گذاشتن. چی شد پس؟ پس آقا ما بیایم بگیم که طبق نظر همه پرتاب کردن با دراز کردن دست فرق داره، یا شاید بگیم بالاتر ده تفخه که اختلاف نظره، که ربیع عقیبا عقیده داره که ما بالاتر ده تفخه میایم پرتاب کردن ها، همونطور که پرتاب کردن از مشیت یاد میگیریم خب، ولی ربانان میگن که نه آقا ما نمیایم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم و پرتاب کردن رو از دراز کردن یاد بگیریم. اما پایین تر از ده تفخ ها همه میگن خیابه. چرا؟ به خاطر اینکه پایین تر ده تفخ ها همه قبول دارن که قدیتا یعنی پرتاب کردن تو هوا مثل اینه که تو زمین گذاشتن. خب پس اینم یه توضیحی که نظریه ربیع قیما و فخامی ما اینجوری توضیح میده. پس میتونیم آیا به این شکل بگیم؟ جواب حالا قشیا اینک اینجا ایراد نیست، با تر دیبای حدر ای پشی تاله، یعنی با تر بعد از این که دیبای که این شک پیش اومد، حدر برگشت ای پشی تاله و توضیح داد، واضحش کرد. دساور که عقیده داره ربیع قیما قلوتا که میشه هون نخوادم، یا یعنی قلوتا پرتاب کردن چیزی تو آسمون وقتی تو آسمونه که میشه هون نخوادم، یا مثل اینه که گذاشته شده شبیهه. و برای این اختلاف نظر دارن خخامیم که نمیگن قلوتا مثل اینه که رو زمینه، و چیزی که ربا گفت که بالا دمه علا بمیشناتن و در بالا که میشنای ما ربی عقیم و آسمانه خخامیم، اخره شپاشت سفقو آمر که بعد از اینکه توضیح داد شکشا اینجوری گفته. فجید پس دو تا توضیح میتونیم رو نظریه یری به عقیبا و حخامین بدیم. یه توضیح اینه که واقعا مخلوقاتشون بالای 80 سانته مخلوقات ربی عقیبا و حخامین، یه توضیحه که نه آقا حتی زیر 80 سانت هم این مخلوقات هست. به دین ما و شاید هناخا هودلا با عیا ها عقیلا با عیا. بدین ما و شاید طبق نظر ربیع قیما هناخا هودلا با عیا، یعنی هناخا یعنی گذاشتنی که لازم نیست، یعنی فقط هناخای شیئی که لازم نیست باشه بر مکان چهار تفخ بر چهار تفخ که خیاب بشه توسط این به خاطر هم نرخ کردن. ها عقیرا با عیا، اما بگیم عقیرا یعنی برداشتن لازم داره. اینجا سوال میپرسن میگیم آیا ما میتونیم بگیم ربیع قیما فقط در مورد هناخا گذاشتن چیزه که میگن لازم نیست چهار تفخ در چهار تفخ باشه، حتی چهار تفخ در چهار تفخ هم قرار نگیره، حتی تو آسمون هم باشه مثل هناخا میمونه. ولی چیزی ها که میخواییم عقیرا بکنیم برداریم، حتما باید جایی باشه که چهار تفخ در چهار تفخ باشه. میتونیم بگیم ربیع قیما شاید اینجوری میگن؟ یه بار دیگه ببینید، ما تمام این بحثا رو کردیم که اصلا به اینجا برسیم که موضوع سر این بود که آنیه تورشوت ها ربیمه، خب بل هبایی تورشوت هیاخید، بعد آنیه میاد از شوت ها ربی مثلا تو دستش میوست میوه را میاره تورشوت هیاخید میذاره تو دست بل هبایید که گفتیم آنیه خیابه. بعد موضوع سوالمون این بود که آقا وقتی تو دست بل هبایید گذاشت، آیا اصلا دست بل هبایید یه رشوت حساب میشه؟ مگر نه اینکه دستش 32 در 32 نبوده. و آوردیم این بحثا بین ربیع قیما و خخامی، گفتیم آقا مگر نه اینکه ربیع قیما حتی کمتر 32 در 32 سانت هم میگه مثل اینه که رو زمین قرار داره، مثل کسی که یه چیزی پرت کرد از یه شوتی بره شوت دیگه درخ شوت ها ربیع، گفتیم طبق نظر ربیع قیما تو همین شوت ها ربیعه که بوده هناخا بوده با وجود اینکه حتی رو زمین نیومده. پس طبق نظر ربیع قیما حتی اگه 32 در 32 هم یه مکانی نباشه، خب عقیرا و هناخا وجود داره، درسته؟ پس ایراده که به اون صحبتی که میگفت آقا چرا خیاب باشه، مگر نه اینکه دستش 32 در 32 نیست، که میگه آقا اینجا طبق
به حقیقا گفته. حالا اینجا بازم یه ایراد میگیریم، میگیم شاید منظور ریبی عقیبا که گفتن آقا ما برای عقیبا و حناخا 32 سانت در 32 سانت نمیخوایم یه مساحت باشه که بذاریم، شاید فقط در مورد عقیبا گفتن که لازم داره 32 در 32 باشه، یعنی برداشتن یه شیئی، برداشتن شیئی که روی سطحی که 32 در 32ه، اما حناخا گذاشتنش بگیم لازم نیست. آیا میتونیم بگیم که نظر ربی عقیبا اینه؟ برای حناخا لازم نیست ولی برای عقیرا لازمه که 32 در 32 باشه مساحتش که یه چیزی از روش برداره. الا آمر راب یوسف، بلکه فرمود راب یوسف ها منی، این طبق نظر کیه؟ ربیهی، طبق نظر ربیه که ربی عقیده داره که لازم نیست مکانیست 4 تفخ در 4 تفخ باشه به خاطر اینکه خیام بر عقیرا و حناخا باشه. اصا نتونستیم رو ریبی عقیبا جا بندازیم به خاطر اینکه شاید ممکن بود بگیم ریبی عقیبا فقط برای حناخا گفتن که 32 در 32 لازم میباشه، ولی برای عقیرا وقتی میخوان عقیرا بکنن اصلا اون مساحته بر 32 در 32 باشه. پس بیایم ربطش بدیم به یه تنهای دیگه. چه تنهایی بودن؟ ربی بودن، که ربی همون ربی هدا حناسیه، که ربی هدا حناسی علنا میگن که آقا فرقی نداره که چه اون محلی که میخوایم عقیقا بکنیم یا حناخا بکنیم چه 32 در 32 باشه چه نباشه. هی ربی، خب حالا اینجا سوال میپرسه، میگه هی ربی چه قانونی یا ربی میاره که ما از این یاد میگیریم؟ ایله ما اگه بگیم ها ربی این چیزی که ربی گفته دتنیا که برایتایی داریم زارق، اگه پرتاب کرد یه شیعی یا اربع عمود چهار عمود تورشو تاربین و ناخ و اومد قرار گرفت اون شی در پایان چهار عمود بر روی زیز، بر روی یه چوب کوچیک که از رو درخت بیرون اومده با ربی مخیبش میکنه، ربی خیابش میکنه، ولی خخامیم پتریم، خخامیم پاتورش میکنه. خب ببینید این از کجا یاد میگیریم که اگه عقیرا و حناخا یه جایی قرار بگیره که حتی چهار تفخ در چهار تفخ هم نیست خیابه، این از کجا یاد میگیریم؟ از اونجایی که ربی برایتایی دارن که تو این برایتا نوشته اگه یکی تورشوت ها ربی فرض کنید شما تو خیابون ایستادید یه چیزی رو هم دارید مثلا یه گردو، خب یه گردو چهار اما دو متر پرت میکنید جلو و دو متر که پرت کردید جلو توی یه چوبی که تو دیواره، تو دیوار هست، تو اون چوبه وای میسه. خب چوبه، این چوبکه 32 در 32 سانتی متر نی. بخ ربی میگه آقا کسی که این کارو کنه خیابه، ولی خرخامی میگن پاتوره. پس ما از اینجا یاد میگیم که ربی عقیده دارن که محلی که توش حناخام میشه قرار میگیره حتی اگه چهار تفخ در چهار تفخ هم نباشه چیه؟ خیابه. ولی خخامی میگن پاتوره اگه چهار تفخ در چهار تفخ نباشه. درسته ربوتن؟ پس ما میخواییم از اینجا ثابت بکنیم که ربی عقیده دارن عقیرا و حناخا اگه حتی روی سطحی که چهار تفخ در چهار تفخ نبوده، خب چهار تفخ در چهار تفخ نبوده و قرار گرفته، اون چیه؟ پاتوره. ولی بخشید خیابه، ولی خخامی میگن پاتوره. درسته ربوتن؟ یکم سخت شد میدونم و هلالا دیگه که حدود 10 تا یا 20 تا سخته بعد آسون میشه. خب تا اینجا واضحه؟ اگه سوالی هست یا متوجه نشدید بیشتر توضیح بدیم. واضحه ربوتای؟ همه واضحه؟ آقای لیاهو بفرمایید. مهیلا این که خخامین پاتور میکنند منظورشون ماقوم پاتوره؟ نه، یعنی پاتور از قربانیه. پاتور نه میدونم قربانی خطات بیاره، میدونم این که مثلا مجاز میکنند از تو را نگذشته منظورشون اینه که چون تو ماقوم پاتور افتاده. بله، چون ماقوم پاتور بوده، چون که چیزی که اربعا تفاخیم نباشه، چهار تفخ در چهار تفخ نباشه اصلا مکان حساب نمیشه. بله بله.
ممنون. خب میخواید ابو تایی تا اینجا نگر داریم، فکر کنم یکم ایلا سنگین شد، حالا به عزت هشم فردا ادامه میدیم. بریم حالا سر حرفایی شد آنا بفهمه امکانش هستی دوباره یه خلاصه اگه صلاح میدون یه مرور رو نظریه باشه؟ بله یه بار دیگه الان بگیم یا فردا؟ الان لازم الان که خوندیم باشه، فردا هم باشه این کم بس سنگینه مروری بشه. حالا باز هر کی خودتون سلام بگید. یه بار ببینید ما بحثمون سر اینه که یه آنی تورشو تاربیمه، دستش مثلا میوه است، دستش هم میاره تورشو تیاخیر میذاره تو دست بلهبند. خب حالا تو این حالت وقتی گذاشت تو دست بلهبعید ما میگیم خیاب از توراست. خب خیاب قربان خطاست. خب الان که این کار انجام داد یه سوال پیش میاد، آیا دست بعلحبعید که 32 در 32 نیست، آیا مکانی حساب میشه که بگیم حناخا انجام داده یا نه؟ مگر نه این که ما برایتا داریم که برایتا میاریم از قول ربی عقیبا و خخامیم، که ربی عقیبا قبول عقیده دارن که حتی اگه 32 در 32 هم نباشه یه رشود یه مکان، اگه روش حناخا بذارن این حناخا حساب میشه و میشناگوی ما طبق نظر ریبی عقیبا گفته که دلیلم از اونجا میاره جلوتر در برگ 90 خورده که اونجا برامون توضیح میده که اگه یکی اومد از رشود حیاخید به رشود حیاخید دیگه درخ رشود تاربین، وقتی رشود تاربین بینشه اومد یه چیزی یا پرتاب کرد، طبق نظر ریبی عقیبا وقتی پرتاب کرده تو رشود تاربین رفته و بعد رفته تو رشود حیاخید، با وجود اینکه تو رشود تاربین استاپ نداشته، با این وجود چون همین که تو هوای رشود تاربین بوده این خیابه، با وجود اینکه روی هیچ سطحی قرار نگرفته، پس طبق نظر ربی عقیبا میگن حناخا حتی اگر بر روی سطحی که 32 در 32 نباشه باشه، این مثل اینه که قرار گرفته، حناخا برش قرار میگه. پس بگیم میشنای ما خب طبق نظر ربی عقیبا گفته که ربی عقیبا براش مهم نیست سطحی که میخواد روش حناخا قرار بگیره 32 در 32 باشه، برابر این دست این بنه بعید که 32 در 32 هم نیست این خیابه طبق ربی عقیبا. بعد میانیم میگیم خب آقا این چیزی که میگی الان روش خیلی بحث بود که آیا بالای 80 سانت تونش رو تاربین بوده یا زیر 80 سانت. اگه بالای 80 سانت باشه همه قبول دارن که پاتوره و منظورمون زیر 80 سانت بوده، خب که مفاوضه بین ربی عقیبا و خخامین بود که ربی عقیبا میگفت خیابه، خخامین میگفتن پاتوره حتی زیر 80 سانت، بالای 80 سانت همه میگفتن که کولهارمان میگفتن پاتور، پاتوره از قربان. بعد خب گفتیم شاید این چیزی که اینجا توضیح میده در مورد ربی عقیبا، خب این توضیح ربی عقیبا شاید در مورد فقط حناخا بوده، خب در مورد شود حنیخا لو دلا با ایا، بله یعنی حناخاست که لازم نیست که حتما بیایم و روش که میذاریم چهار تفخ در چهار تفخ باشه، ولی عقیرا یعنی برداشتن حتما باید چهار تفخ در چهار تفخ باشه. پس ببینید این صحبت ریبی عقیرا را فقط میتونیم رو حناخا جا بندازیم، نه تو عقیرا برداشتن، یعنی شیعه که میخواییم برداریم از اینجا ثابت نشد که شیعه اگه چهار تفخ در چهار تفخ هم نباشه اشکالی نداره. چرا اشکال داره؟ باید حتما وجود داشته باشه برای عقیرا چهار تفخ در چهار تفخ. پس این ایراده به صحبت ربی عقیبا که نمیتونیم اینو جا بندازیم به صحبت ربی عقیبا. شما یه نظریه یا میخواییم که هم حناخا هم عقیرا را بشه روی سطحی که 32 در 32 نیست برداریم یا بذاریم. چه نظریه؟ یه نظریه ربیه که ربی علنا میگن اگه اومد تورشو تاربیم یه چیزی ها پرتاب کرد دو متر رفت اون طرف در و اومد روی یه چیزی قرار گرفت که 32 در 32 نیست، مثل یه چوب، خب تون چوبه قرار گرفت، طبق نظر ربی چیه؟ این خیابه. طبق نظر خخامیم پاتوره. حالا چرا طبق نظر ربی خیابه؟ چون ربی عقیده داره که هر چیزی که عقیرا و حناخا بشه حتی از سطحی که 32 در 32 نیست عقیرا و حناخا حساب میشه. متوجه شدید؟ این بحث بود که امروز خوندیم.
البته رو صحبت ریبی هم کلی ایراده و آنا میخونیم ازتش. واضح ربوتای آخوان باریل درست شد؟ واضح؟ خب اوکی تا سر همینجا